خبرها را از استدیو هرات دنبال می دهیم. برای شماری از معلولان ولایت هرات که در رویدادهای گوناگون دستهایشان قطع شده است، دست مصنوعی توزیع گردید. این دستهای مصنوعی از سوی یک تن از افغانهای مقیم استرالیا به معلولان نیازمند توزیع شده است. مسئولان یکی از نهادهای خیریه که مسئولیت هماهنگی و شناسایی معلولان نیازمند در هرات را به عهده گرفته است میگوید در این برنامه برای 7 تن از معلولانی که بیش از این ثبت نام کرده بودند دست مصنوعی ساخته و توزیع شده است. همکارم رسول عظیمی با گزارشی در این مورد. در پهلوی معلولیت افغان ها در جنگ ها و انفجارها شماری هم بر اثر رخدادهای ترافیکی در یک دهه اخیر اعضای بدنشان را از دست داده اند. اما نهادهای حمایت از معلولین همواره سعی کرده اند تا در کنار کمک وزارت شهدا و معلولین اعضای قطع شده بدن معلولان را به صورت مصنوعی بسازند و اندکی به معلولان نیازمند کمک کنند. به تازگی اما یک تن از افغانهای مقیم استرالیا در تماس با یکی از نهادهای خیریه در هرات از معلولان نیازمند دست و پای مصنوعی خواسته تا خود را به این نهاد خیریه معرفی کنند تا به آنها دست و پای مصنوعی اهدا شود. تعداد این دستا هیچ محدودیت نداره و او گفته به هر تعداد که بخوایم من برای شما ارسال میکنم، فقط شما کسانی که واقعا مستحق هستن و نیاز به ای دارن برای ما معرفی کنین. ما در یک اطلاع رسانی اولیه 7 نفر تونستیم پیدا کنیم که امروز در این مراسم قرار او دستا به اونا تحویل داده بشه. در همین حال معلولان با استقبال از همکاری های افغان های مقیم خارج از دولت میطلبند تا کمک های بیشتری در راستای رفع نیازمندی های اقتصادی آنها نماید. همکنون سالانه مبلغ 60,000 افغانی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین به افراد معلول پرداخته می شود. مشکل یک معلول را باید دولت کاملا در نظر بگیره. کمی برادر معلول شد و کار از دست از این می آورد و جامعه هم فقر و غریب بیچارگی کسی در نظر نمی گیره. برای خود یک چرخ شورنخوت تیار کردم و یک دست خوب حساب شورنخوت فروشی می کردم تا روز امروز. با این همه مسئولان اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین از تلاش ها به هدف ارتقای ظرفیت معلولان به هدف جذب آنها در ادارات و نهادهای دولتی به صفت کارمند سخن میگویند. آنها توزیع دست های با انگشتان متحرک برای افراد معلول را در راستای کمک بیشتر به این قشر مفید میخوانند. تا حال کمتر فکر کنم به این سیستم دست توزیع شده باشه. پاهایی که برای معلولین میدن هرچند که قالب گیری هم میشه باز هم مشکلات خود داره و در قسمت توزیع عصا و بعض موادات دیگر میمیال شما برای معلولین نه تنها نیاز مبرم از اونا برای دست و پای مصنوعی میمیال اونا نیاز به سمعک دارد. همکنون در ولایت هرات صدها معلول از قطع اعضای بدنشان در رخدادهای گوناگون رنج میبرند که بیشتر این افراد سالخوردگانی اند که جنگ ها و انفجار ماین ها عامل معلولیتشان شده است.